السلام علیکم برادر عزیز، امید دارم که صحتمند باشین. من میخواستم سر یک موضوع بسیار مهم راتون صحبت کنم. شما ای هرگز فکر نکنین که چیزی که در سوشل میدیا مندازین، در یوتیوب، در فیسبوک، در اینستاگرام مندازین، او فقط به خودت معلوم میشه. نه، او به کل دنیا معلوم میشه. و ای دنیا، ای حالتی که ما زندگی میکنیم 2018، واحد حالت تاریخ است در جهان که یک انسان سهولت داره که در تشناب بشینه، یک چیز پست کنه و او را کل دنیا ببینه، یا در اتاق خود بشینه، یک چیز پست کنه و کل دنیا ببینه. این یک موضوع کلان است، شاید با ما خورد باشه، لیکن موضوع کلان است. و همینطوری کلان مسئولیت هم داری. چی پست کردی؟ کی خوانده؟ او چه رقم پیش برده؟ و او چه رقم عکس العمل نشان داده؟ یک مسئولیت است، هم انسانی، هم شرعی و هم در روز آخرت. برادر عزیز، بیایم درباره شو شعر گپ بزنیم. فامیلای ما دی بار ذکر کرد و این موضوع واقعا به ما جالب بود. به ما دو موضوع جالب بود. نمبر وان، سر افغانه ما چی شده؟ ما سر هر موضوع افراط میکنیم. اگر با ما سوشل میدیا دست ما بیا، تلفن بخریم، ما افراط میکنیم، به ای دو میزنیم، به او غیبتش میکنیم، عکس زیر مندازیم، عکس زور مندازیم، و یا به کسی عاشقی نشان میدیم، محبت نشان میدیم، بل به حد در حالتی که ویش درست نیست، افراط است. دویم، مسئولیت موضوع دیجه که آمد، ای آمد درست است، شاید یک دو نفر در جامعه ما پیدا شوند، گونا قصه هیچ چیز نیستن، نه شرافت، نه افغانیت، نه حیا و نه اسلامیت. لیکن سوال دیگه پیدا میشه که شما 10,000-20,000 نفر چرا میبینین؟ چرا شیر میکنین؟ چرا ری اپلود میکنین؟ چرا لایک میکنین؟ چرا سپورت میکنین؟ اگر اونا دیوانه شدن، باز شما چیستین؟ این را کمی فکر کردین؟ یک دیوانه شاید بیه و این همین مقصد چیست که تا مردم خود نشان بده و با پالیسی زو کمک میکنی، شیر میکنی، برس لایکس میدی، برس ویوز میدی. چرا؟ این مسئولیت است. فکر نکن فقط یک کلیک میکنم، نه، یک مسئولیت است. او یک کلیک، دو کلیک میشه، دو کلیک 1,000 کلیک میشه و روز آخرت بعد کتاب جور میشه. خب او رو چی میکنی؟ سرزو فکر کن برادر عزیز. آلی میم سر یک مردم که همین کارو میکنن، سر دیگه میزنیم. باز ان شاء الله به شو اشاره میکنم، میزنم نام شو اشارات، من شو اشار برش میگم و میفهم حرف درست نیست، لیکن به این معذرت میخوایم. یگان مردم که در سوشل میدیا میان یا دانس میکنن، یا خود لچ میکنن، یا انسانیت خود، شرافت خود، غیرت خود ماندن، حیا نیست. اسلام، رسول صلی الله علیه و گفته که دین و ایمان خودش 60 تقسیم است، یکش حیا است و او مهمترین شست. صحابه مثل عثمان بن عفان، او حتی کدام وقت که شاور میرفت روی خود پت میکرد، تشنا میرفت خود پت میکرد، حیا میکرد از ملائکه، از الله، از بنده شون قربان. یک مثال زیاد داریم، لیکن امروز بیهایی به حد رسیده که خود لچ کو عکس یوتیوب بنداز، به یک دختر پیدا کو، آلمانی، اروپایی، هر کس که سوره ماچ کو عکس اینستاگرام بنداز. این شرم حیا کجا رفته؟ افغان ها مشهور بودن به غیرتشان، لیکن امروز او غیرت کجاست؟ یگان وقت مردم از اسلام دور بودن، لیکن به افغانیت نزدیک بودن، بازم تقریبا نزدیک بود به اسلام، لیکن او کجاست؟ علی کجاست؟ کجا رفتیم؟ به ما چی شده؟ اگر در افغانستان هستن، یگان یک دیگه خودم میکشن، اگر اروپا میان خود لچ میکنن، عکسایش در کل دنیا مندازن، اگر هر جرم میکنی در جای خودت کو، چرا عکس در یوتیوب اینستاگرام مندازی؟ در این مجبوریت چیست؟ کسانی که کارو میکنن دو مشکل است. یک، اونا خودشان انسیکیور هستن، داخل خود چیز ندارن و فکر میکنن که ما از بیرون و مردم به ما لایکس بدن، ویوز بدن، چیز شروع میشم. نه، چرا میشن؟ الان برات میگم. قرآن میفرماید، آیات در سوره الحشر، سوره نمبر 59 است، آیات نمبر 19 18 دی آیات شما بخونین. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. میگه شما خداوند از یاد بکشین. الله سبحانه و تعالی شما را اینطوری جور خواهد کرد که شما خودتان از خودتان یاد بکشین، یعنی اینطوری شما را جور خواهد کرد که شما خودتان کیستین، خود نشناختی هیچ وقت که من کیستم، غیرت، ایمان، وجدان ما کجاست، خود
یک چیز ماش خواهد شد که خود نمیشناسی. اینطوری تو را جور خواهد کرد و همین مردم اینطوری شدن. امروز که به هر نام در مارکت میان، در هر نام که میان، کسی ویدیو صدها ویدیو جور میکنه صدا قسمی رو دوست دارم حبیبی، دوست داری پروپوزال روان کو ریجکت شدی آرام بشی خلاص. لیکن یک بزنس شدم، یک ساتیری شدم، ایمان و غیرت و وجدان رفته، به هر یک چی شده. اینا خدا را زیاد کشیدن و الله سبحانه و تعالی اینا را گرفت که خودشان زیادشان بره. و قرآن چی میگه؟ اولئک هم الفاسقون، اینا هستن گناهکار هستن و فاسق هستن. از خدا بترسین، بسیار زیاد مهم است. نمیخوام دیگه زیاد تفسیر بدم، بیام در شوی شارکت میزنم. به نظر شخصی ما ای خوار شاید دختر خوب باشه، هر انسان خوب است، بد نیست، لیکن با دوستای غلط که ششتی، با مردم غلط صحبت کردی، در جامعه غلط ششتی، از اسلام دور بودی، از خوارا دور بودی که اونا انسانیت دارن، حیا دارن، اسلام دارن، انسان یک مونستر جور میشه، یک حیوان جور میشه. اصلا کل ما یک حیوان داخل داریم، لیکن مربوط میکنه او اجازه میدیم که بیرون برای آنه. و کدام وقت که ما کنترل نداشته باشیم، یک حدود نداشته باشیم، ما او حیوان ما بیرون میه. و نظرم به این خور چیز، خور عزیز، فکر نکنم که یقدر دو خودت به مردم میزنی. این شاید شخصیت خودت باشه و مردم یقدر دو به خودت میزنن، یقدر پوچ که در دان شما میبره. فکر نکنم اینطوری بتانی با اولاد خود خودم معرفی کنی. نه، هیچ وقت نمیتونی کارو کنی. با یک نفر خود اینطوری معرفی کنی کس که میخوای زنی کنی عروسیش کنی. مشوریم چیز خور عزیز، من میگم با مردم بشین که خوب هستن، نیک هستن. و از این یوتیوب و اینستاگرام هیچ خیر به دست نمیاری و تا امروز تو هم چیز خیر به دست آوردی از نگاه دنیا و آخرت؟ هیچ کدام خیر به دست آوردی؟ نه. یقین کنین شهرت چیز خوب نیست، شهرت چیز خوب نیست. اگر خداوند شما رو به چیز خوب شهرت میده، الحمدلله، دی بدی چیز. لیکن به این طریقه کسی شهرت تلاش میکنه، او زندگی خود خودت جهنم مندازه، در دنیا و در آخرت. مشهوری آخری ما، او برادرایی که هستن در میوزیک هستن، در دانس هستن، در زنا هستن، در شراب هستن، 5 دقیقه با خود فکر کنین. لذت این چیزا از دست میره، لیکن داغش میمانه و او از روز دنیا و در آخرت است. مشوری میخواد است به جامعه تون یک جای شوین، به مسجد تون یک جای شوین، به مسلمان ها یک جای شوین، به مردم نیک یک جای شوین و از این دست بردارین. انشاءالله اگر شما خدا را بشناسین و اونا فقط پس شما را مشناسن و ایره بفهمین که این دنیا اینطوری نیست که اومدیم مردیم خلاص شد. قرآن میگه الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ما زندگی مرگ جور کردیم به خاطر شما را امتحان کنیم. ای به امتحان است. کل نفس ذائقه الموت، کل ما میمریم، هر نفس ذائقه مرگ خواهد چشید. و ایره فکر کو درباره مرگ خود، فکر کو درباره فامیل خود، فکر کو درباره اشتکه خود، فکر کو اونا چه رقم خود معرفی کنن مردم. خودت 10 سال بعد چی خواهد کردی؟ کدام وقت پیر شدی چه رقم خود معرفی میکنی؟ این نظرم است و امید دارم که ویدیو شما شریک کنین. لطفا این را غلط نمیگیرین، این فقط از دلم، از محبت مجور کردیم که شما را یک چند نصیحت کنم به حسب برادر. بارک الله و لکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.